درود بر همگی. کلمه و مفهوم روشنفکری دینی، نواندیشی دینی و نواندیش دینی کلمه هستش که مورد بحث و گفتگو و مجادله و مناقشه زیادی قرار میگیره. ادعی و این نقیده هستن که این پدیده و این افراد مزایای زیادی رو دارن و میتونن کمک کنن برای جلوگیری از تندروهای دینی به خصوص اسلامی و همچنین برای متوقف کردن اجرای احکام خشن و به هر حال افرادگرایی های دینی. ولی عده‌ای هم معتقد هستن که اینطور نیست و در اصل اینها به قول معروف در دراز مدت هم که نگاه بکنیم در اصل انگار که دارن یک جان تازه‌ای به دین میبخشن، نه اینکه بتونن به هر حال در این زمینه مفید باشن. حالا واقعا شما چی فکر میکنید؟ آیا این نواندیشه دینی ما داریم؟ با وجود اینکه وقتی میایم دین رو بررسی میکنیم، تاریخش رو در نظر میگیریم، معایب و مزایاش رو نگاه میکنیم اگر وجود داشته باشه مزیتی، و نگاه میکنیم که الان در جامعه ما چه کرده؟ آیا باعث رشد و پیشرفت و تعالی انسان‌ها شده؟ آیا به اونها در راه به هر حال حتی شناخت این دنیا یا شناخت اگر وجود داشته باشه پروردگاری برای اونها، آیا به اون کمک کرده؟ آیا نشونشون داده که کجا زندگی میکنید، به کجا میخواییم بریم و چه هستیم؟ آیا ادیان و مذاهب به اونها کمک کردن؟ یا اینکه در به قول معروف مسیر اداره زندگیشون چی کار کرده؟ آیا باعث شده که پولدار بشن؟ آیا باعث شده که زندگیشون نجات پیدا بکنه؟ یک مسیر رو برن که رفاهیات حد اقلی رو برای زندگی داشته باشن؟ یا اینکه جوامع دینی به خصوص جوامع اسلامی جزء بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین جوامع موجود در این دنیا هستن و به هر حال نمیشه اونها رو انکار کرد که این وجود داره. از سوی دیگه اگر بخوایم نقش اینها رو، نقش به هر حال نواندیشان دینی رو یک نقشی بازدارندهی در نظر بگیریم، تا چه حد میتونن در جامعه خودشون مفید باشن؟ اگر مخاطب اونها این جامعه‌ای هستش که تندرو هستن و افکار عقاید افراطی‌گری اسلامی دارن، اونها که اصلا این نواندیشان رو قبول ندارن و حرکت اونها رو هم باز هم حرکت اونها رو به صورت تهدیدی برای خودشون تلقی میکنن و همونجور که به هر حال در تاریخ معاصر ایران دیدیم، گاهی که بعضی از این نواندیشان در دانشگاه حتی میرفتن سخنرانی کنن، گروه های تندرو اسلامی در دانشگاه ها به اونها حمله میکردن و اونها رو تهدید حساب میآوردن، حتی نمیتونستن اونجا صحبت بکنن. تریبون های خوبی هم که در به قول معروف رسانه های ملی کشورهای اسلامی ندارن که بتونن گفتگو بکنن در اونجا. به هر حال بنابراین نقش اونها چگونه میتونه مثبت باشه به جز اینکه بیان به طور تئوریک یک سری مباحث رو مطرح بکنن و اون مباحث رو به هر حال فقط به صورت تئوریک بنویسن یا مطرح بکنن؟ ولی به هر حال وجود این جریان نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی هر چی که اسمشون میخوان بذارن، خودش نشانگر این هستش که دین در جامعه چرخش میلنگه به قول معروف و چون نتونسته جوابگو باشه و کارآمد باشه از سوی جامعه داره طرد میشه، بنابراین میطلبه که به هر حال یک تغییر و تحولاتی صورت بگیره. در همه موارد، حتی موارد غیر دینی هم بوده که وقتی میبینن که یک جامعه بر نمیتابه، حالا یا تا یک نظام سیاسی رو رو به اصلاح اون میبرن تا به هر حال بتونن هنوز اون رو سروایف کنن و ادامه بدن. در مورد دین هم همینجوره، وقتی میبینن که مردم کم کم با پیشرفت علم، با پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت دانش و عقل بشر به این نتیجه میرسن که نمیتونه این دینی که دست ماست از سوی یک قدرت درست حسابی باشه که واقعا ما دنبالش هستیم، وحی مشکل داره و زیر سواله، کتاب زیر سواله، دیانت زیر سواله و شک میکنه به این که اینها اصلا درست باشن و کلا سرش نرفته باشه،
بعد یک جریان اصلاح طلبانه و به قول معروف ویرایش کننده برا به خواست جامعه ممکنه پدید بیاد و سعی بکنه که اون رو ادیت بکنه، شاید بشه جامعه از اون هنوز استفاده بکنه. ولی آیا پایبندی به این به قول معروف حرکت و پارادایم وقتی که نتونسته جوابگو باشه تا چه حد میتونه مفید باشه برای جامعه؟ وقتی که ما میبینیم در دل کتاب آسمانی دین اسلام مطالبی هست مثل سوره نساء 34، مثل بسیاری از آیاتی که با اخلاق جور در نمیاد، حقوق زن رو لگدکوب میکنه، حقوق کودک رو در نظر نمیگیره، دستبری دزد داره، حمله داره، جنگ داره و به قول معروف رواداری رو برای سایر دارندگان سایر عقاید و افکار به جز اسلام نداره، به هیچ وجه تحمل نمیکنه اونها رو و و و و و تاریخ به هر حال اجرای این دین هم از زمان 1444 سال پیش تا حالا هم باز همین رو نشون میده. حالا باز بیاییم ما بگیم که نه اینجوری منظور نیست، اونجوری منظوره و اینکه ما بخوایم اون رو نو بکنیم، یعنی از دل همون پارادایم، از دل همون دین بیایم یک به هر حال یک حرکت جدیدی رو بمونه. ولی موضوع این هستش که وقتی ما بخوایم بگیم نه وحی خب خیلی درست نبوده، حلال و حرام هم از اول صدر اسلام تا آخر یکسان نمونه و ما همینجوری ادامه بدیم، پس این چه چیزیه که ما پایبند بمونیم هنوز به همون پارادایم و به همون دین و به همون عقیده و افکار و اصرار داشته باشیم که اون رو حفظ کنیم، حالا در قالب نواندیشی دین. به هر حال ما میبینیم که این موضوع نمیتونه زیاد به قول معروف مورد استفاده قرار بگیره و به همین دلیل هستش که خیلی ها نواندیشی دینی رو تنفس مصنوعی میدونن به پیکر دین و اسلام و جامعه اسلامی، برای اینکه دوباره بتونه به نوع دیگه و اسم دیگه با یک به هر حال روش نوع دیگه هنوز ادامه پیدا بکنه، در حالی که این سوال همچنان باقی است که چه لزومی هست حفظ چنین پارادایمی و دلبستگی و وابستگی به چیزی که واقعا مشخصا میدونیم که اشتباهه و جور در نمیاد. ضمن اینکه دعوت میکنم قسمتی از سردیس آقای بروجردی رو گوش بدین، با شما خداحافظی میکنم. بدرود. قبل از انقلاب یه چیزی در آمده بود به نام مارکسیست های اسلامی، تلفیقی بود از مجاهدین خلق و فدائیان خلق که کمونیست بودن. این یه چیزی نشدنیه، چون اسلام با کارل مارکس معارضه، اون بگه اصلا خدایی نیست. الان اندیشه دینی فقط به کار میاد که واکسن بزنیم به مردم. محلول این واکسن هم همون که میدونید اسناد و مدارک. نواندیشی یعنی اینکه اسلام رو بازخوانی کنیم از نو. خب این بخواد اسلام بازخوانی کنه با چه دستی، با چه فکری، با چه تحقیقی؟ باید بیاد رو قرآن رو بگیره، آیه آیه نگاه کنه، ببینید به نوع اندیشی میخوره احادیث رو. ما این کار کردیم، تازه ما میگیم که در حال گذریم. نوع اندیشی یک نوع فریب خیش است. اسلامی که قوانین سخت و شکنجه بار دارد، به زن اعتنا نمی کند، تحت عنوان شرایع دینی حد جاری می کند، اموال مردم را به نام زکات و خمس می گیرد به زور. این که میگم متن قرآنه، خذ من اموالهم صدقه، بگی به زور. این رواندشی مثل همون خانه از پای بس ویرانه است، خواجه در فکر رنگ ایوان است. یه
ساختمانی 1444 سال عمرش کرده، حالا بخوان بیان ستون اضافه بزنن، عتیقه است دیگه، همه جاشو درست کنن که بتونن توی زندگی کنن. یک ریسکه، یعنی کسی که اسلام رو برانداز کرده دوباره بیاد اسلام رو کنار خودش قرار بده با اسم جدید با رأی نو، نمیتونه دیگه.